سلام، من علی رجبی هستم از مرکز آموزشی آترین. امروز میخوام راجع به سیاه‌سفید کردن اکثر رنگی صحبت بکنیم. توی این درس ما به نکاتی اشاره خواهیم کرد که میتونه به شما کمک بکنه که چطور یک تصویر رنگی رو با روش‌های متفاوت به یک تصویر سیاه‌سفید تبدیل بکنید که در دو قسمت این درس برای شما ارائه میشه. همه ما میدونیم که در منوی ایمیج و در قسمت ادجاستمنت فرمان بلک اند وایت از اون دسته فرمانی نیست که میتونیم به طور روزمره از اون استفاده بکنیم و امکانات بسیار فوق‌العاده‌ای رو در اختیار ما قرار میده. ترجیح ما هم این هستش که برای کنترل یک ادجاستمنت یا برای کنترل یک تغییر اصلاح رنگ و نور از منوی ادجاستمنت لایر ها استفاده بکنیم، به دلیل اینکه یک لایه مجزا برای ما میسازه و با خاصیت لایر ماسک. جالب اینجاست که فرمان بلک اند وایت در ابتدای کار فیلترهای متفاوتی رو در اختیار ما قرار میده. به طور مثال میتونم از فیلتر آبی با کنتراست بالا استفاده بکنم و نتیجهش رو ببینم، یا با استفاده از فیلتر قرمز با کنتراست بالا و یا فیلترهای دیگه که در فرمان بلک اند وایت برای ما گنجونده شده. اما روش تبدیل یک تصویر رنگی به سیاه‌سفید فقط به فرمان بلک اند وایت خلاصه نمیشه، ضمن اینکه ترکیب اون با فرمان دیگه میتونه بسیار برای ما کاربردی باشه و مسئله انتخاب هم در حقیقت برای ما بسیار بسیار مهم است. اولین کاری که من انجام میدم توی قسمت اول و در این درس این هستش که با استفاده از فرمان بلک اند وایت میخوام تصویر رنگیم رو که اینجا دارم تبدیل به یک تصویر سیاه‌سفید بکنم. لایه‌ام رو دیلیت میکنم، میام در منوی ادجاستمنت لایر، فرمان بلک اند وایت رو اجرا میکنم و برای این تصویر میتونم فیلترهای متفاوتی رو انتخاب کنم. فیلتر گرین شاید فیلتر مناسبی باشه یا فیلتر رد، که البته فیلتر قرمز با کنتراست بالا هم میتونه شدت قرمزها رو برای من افزایش بده. نکته جالب توجه کنترل در حقیقت شدت رنگ ها هست که میتونم اونها روشن‌تر و یا تیره‌تر داشته باشم. میتونم قرمز هام رو کمی شدتش رو کمتر بکنم، آبی ها رو روشن‌تر بکنم یا زرد ها رو تیره‌تر بکنم و کاملا کنترل تصویرم رو به دست بگیرم. کاری که من اینجا انجام میدم این هستش که تصویر سیاه‌سفید خودم رو ساختم و ایجاد کردم. با استفاده از شورتکات Alt Shift Control E از ترکیب دو لایه‌ام یک لایه جدید به وجود میارم و اسم اون رو میذارم Merge. شما میدونید که فرمان کلده میان باره Shift Alt Control E تمامی لایه‌هایی که چشمی اونها روشن هست رو ترکیب میکنه و یک لایه مجزا در اختیار شما قرار میده. بعد از اینکه این کار انجام دادم میخوام روی تصویر سیاه‌سفیدم کنترل بیشتری داشته باشم. برای این کار روش‌های متفاوتی وجود داره، اما من اینجا از روش انتخاب استفاده می‌کنم، اما نه یک انتخاب معمولی. منظورم از انتخاب معمولی این نیستش که ابزار انتخاب رو بردارم و بعد تصویرم رو سلکت بکنم قسمتیش رو و کپی بگیرم یا کارهای دیگه از این دست انجام بدم، بلکه با استفاده از فرمان چنلز یا در حقیقت پنل چنلز میتونم قسمت‌های مختلفی از تصویرم رو انتخاب بکنم. کلید کنترل نگه می‌دارم، دقیقاً مثل لایه‌ها روی کانال سبزم کلیک می‌کنم و قسمت‌های سبز تصویرم رو انتخاب میکنم. در حقیقت اینجا چون ما رنگ نداریم، روشنی ها و تیرگی های چنل سبز برای ما انتخاب خواهد شد. کنترل جی رو میزنم و از روی لایه‌ام یک کپی میگیرم. انتخابی که من انجام دادم این هست، یعنی محدوده ای که من انتخاب کردم رو میتونم اینجا کامل ببینم، خیلی نرم و خیلی ساده. با کلید کنترل جی یک بار دیگه اون رو تکرار میکنم تا بتونم قسمت های انتخابیم رو پرتر بکنم. کنترل ای لایه بالا رو با لایه پایین میاش میکنم، اسم لایه‌ام رو هم به Green Channel تغییر میدم. در منوی فیلتر در قسمت بلار فیلتر گاسیان بلار رو اعمال میکنم تا یک شکل نوری دراماتیک و محوی به تصویر من داده شه. مقدار عددی 10 رو برای اون در نظر میگیرم. این نکته باید مورد توجه ما باشه که عددی رو که در نظر میگیریم کاملا وابسته به ابعاد تصویر ما است. اوکی میکنم و بلندینگ مود لایم رو از نورمال به اوورلی تغییر میدم. بنابراین خیلی خیلی ساده تونستم یک کنترل قوی و دقیق روی قسمت هایی که میخوام در کانال سبز من کنتراست بالاتری داشته باشه و بهتر باشه اعمال بکنم. میتونم با کپی گرفتن های متعدد یک یا دو هر چقدر که دلم میخواد شدت این کنتراست رو افزایش بدم. بنابراین با استفاده از این روش میتونم به یک تصویر سیاه‌سفید خیلی خیلی خوب با قالب متفاوت دسترسی پیدا بکنم. در قسمت بعدی راجع به روش‌های دیگه‌ای از سیاه‌سفید کردن یک عکس رنگی صحبت خواهیم کرد.